خدمت نامزدهای محترم عرض کنم که در بخش دوم ما سوالات کوتاه خواهیم داشت. این سوالات نه با هدف در واقع سنجش اطلاعات شما عزیزان بزرگوار، بلکه بر اساس سنجش رویکردهای دولت شما به موضوعات کلان اقتصادی و رویکردهای کلان اقتصادی کشور طراحی شده. شما میتونید بگید سوال غلطه، میتونید بگید من جواب نمیدم، اما اگر جواب بدید تک کلمه خواهد بود پاسخ شما و خواهش میکنم که از ارائه توضیح پرهیز بفرمایید، چون تو این بخش فرصتی برای توضیح نخواهیم داشت. ممکنه بله خیر باشه، ممکنه دو تا کلمه متفاوت باشه. بفرمایید، خواهش میکنم. این مناظره برگزار شد، به نظر من در شأن این 8 کاندیدای ریاست جمهوری نیست. بله. خوب بود که واقعا بحث میشد، برنامه‌هاشون رو مطرح می‌کردم. من به احترام دوستان قسمت اول رو جواب دادم. ولی واقعا برگزاری تست میگه ما در چه کنکوری، در چه آزمونی می‌خوام شرکت بکنم که چرا تست شما میگید یا باید بگید آره یا خیر یا نظر. من اجازه بدید سوال، من به احترام مردم عزیز کشورم اینجا میشینم، ولی به هیچ کدوم از تست‌های شما جواب ندادم. آقای دکتر تست نیست، اجازه بدین من سوال رو بخونم. من یه نکته بگم. بفرمایید. نظر بشه در دو مناظره بعدی. آقای حیدری، این در شأن نه مردم ماست، نه 8 عزیزی که اینجا نشستن. آقای حیدری، ان شاءالله شیوه عوض شما بشه. یعنی صدا و سیما باید این 8 نفر رو رئیس جمهور بدونن. بله، همینطور. و خودشون باید با خودشون گفتگو کنن. بله. 8 نفر رو باید رئیس جمهور شما بدونن. این یک. دومی که مردم هم خب چه استفاده، من شما میدونید من یه آدم صبورم و بسیار تحمل میکنم. از اول تا الان هم همش دنبالی میگشتم که این به کجا میخواد برسه. بله. خب این حرفای تکراری، این که به این صورت عجله جویده یه دقیقه دو دقیقه سه دقیقه، هم مردم الان دارن بهشون آسیب وارد میشه. بله. هم این 8 نفر داره تو این میشه. برنامه رو نمیتونم 8 سوال متکرر 8 جواب بده. آقای حیدری، اگر از همین اول ما اون شؤونات رئیس جمهور رو رعایت نکنیم، خب این از اول معلوم است پس ما یه دولت قوی نمیخوایم تشکیل بدیم. آقای دکتر من یه توضیحی عرض کنم. بحث من البته این تست نیست، من شاید این تست رو جواب بدم. ولی میخوام اینو عرض کنم که اصلا از ابتدا تا الان ما هر چه صبر کردیم ببینیم این بالاخره به کجا میخوایم برسیم. ما خودمون باید با خودمون مناظره کنیم، یعنی شما فراهم بکنید که ما بتونیم، یا اینکه هر کدوم از من الان آمادم هفت از آقایون کارشناسای اقتصادیشون بیان. بله. با من یه دیالوگی بکنیم موضوع. بله. به موضوع، مثلا. بله. گرانی رو ربع ساعت 20 دقیقه روش صحبت کنیم، از یه جا شروع کنیم به یه جا برسونیم، منم حسابی به چالش بکشونم. اب نداره که مدرک اقتصادی میخواد به ما بدست بیاره، بس تست بگیره، نه در مناظره برای ریاست جمهوری. من الان توضیح میدم خدمت شما. ببینید ما نیست، خواهش می‌کنم در دو مناظره بعد تج نظر جدی بشه که ان شاءالله بتونیم شرکت بکنیم و مردم رو در جریان نکته نظرهای حیدری. راهش این بود نمایندگان کاندیداها رو قبلا می‌خواستید با اونها مشورت میکردید، نمایندگان با خود افراد، بس نسبت به سبک کار به یه توافقی میرسیدیم. بله. سبک شما یه سبکیست که به اعتقاد من مردم اینه توهین آمیز میدونن از طرف صدا و سیما، بلا مسئله نیست که ما جواب بدیم یا ندیم، اجازه بدین. یعنی قضاوت مردم این خواهد شد. من اگر سوالاتم رو مطرح کنم حتما نظرتون تغییر خواهد کرد. ببینید ما بیش از 20 سناریوی مختلف رو در جلسات متعدد و متنوع بررسی کردیم، از اساتید ارتباطات دانشگاه ها، همکاران با سابقه و با تجربه خودمون در سازمان. مدلی که ما بهش رسیدیم این بود، ما اگر میخواستیم مناظره ما باید با هم رقابت کنیم. آقای دکتر ما میپرسید چه شیوهی بهتره؟ اگر ما میخواستیم دو به دو کاندیداها رو دعوت کنیم، 8 نفر با هم، ولی با هم میپرسیدیم ما یه توافق میرسیدیم، یعنی 8 نفر همه با هم بحث میکردن، نظر میدادیم که چه شیوه مناظره باشه، مردم در جریان برنامه ها قرار بگیرن، مردم بهتر ما رو بشناسن. از خودمون سوال میکردید، نه از کار استاد یا کارشناسی دیگه. آقای دکتر ما با چه مجوزی بدون نظر 8 نفر کاندیدا اومده براشون برنامه‌ریزی کرده تکلیف تعیین کرده؟ این مدل به تصویب ستاد تبلیغات انتخابات کشور رسیده که قانونی هست، یعنی سازمان صدا و سیما. ما باید بگم، ما باید بگیم ما با هم رقابت کنیم در یه فضای سالم. آقای داریم ما در یه فضای سالم رقابتی با هم حالا بسیار خوب اعتراض شما محترم، من خواهش میکنم نمایندگان محترمتون فردا بیان سازمان، ما حاضریم باشون جلسه میذاریم. اگر به مدل مناسب تری رسیدیم مناظرات بعدی رو با اون مدل برگزار میکنیم.